سلام دوستان، قرار نبود اینو ببینین ولی الان دیدین، به خاطر اینکه دیدین. چرا من اینجوری ام؟ اوکی، توی تصویره. قرار بود ویدیو بسازم و تک تک چیزا رو نشونت بدم. البته الان تک تک چیزا رو نمی‌بینی ولی نصف اتاقو داری می‌بینی. تونش کجاست؟ میخوام یکی از مهمترین قسمت های هاکوسوما هیکل چیکار بکنیم که تابستون شروع شد هیکلمون خیلی فیت تر شده باشه. الان میخوام آمادشیم بریم باشگاه، این حرکت ها رو به تو یاد بدم. اصلا نیازی هم به باشگاه نداریم، توی خونم میتونیم انجام بدیم، ولی چون پول دادم و چند روزه نرفتم باشگاه میخوام بکنم شون چشمتون که من باشگاه میرم. Let's go. آدامز. ببین من این ورم گنده تر از این ورمم، فقط با این ورم میجام. این انقدر، این انقدر ما ایچش به خاطر اینکه کل عمرم با این ور جاییدم، حالا باید تلافی کنم با این ور بجام. خوشگلم. نه تو کامنت ها به من بگین اشتباه میزنی، من فیتنس ترینر نیستم ولی این حرکت ها رو زدم، از 80 کیلو شدم 65 کیلو. در نتیجه میتونی پاشی بری از یه مربی بپرسی ببخشید. ولی آره خیلی به همیشه میگین اشتباه میزنی. خب من شغلم این نیست ولی کاری که بلدم رو دارم بهتون میگم اینه، این کار کردم. این هم حرکات شکمه دوستان. قبل از اینکه تخمدونام به ترکه این حرکت ها رو میتونستم بزنم ولی الان دردم میگیره، در نتیجه شما بزنید. این حرکتی که پای من بازور کرد خیلی هم حرکت راحتیه، همین فقط خیلی زیاد باید بزنید هر روز. برنامه من توی باشگاه کاردیو شدید اول میرم، بعدش وزنه سنگین میزنم واسه پا، وزنه سبک واسه دست میزنم، بعد وسطش دوباره کاردیو میرم یا مثلا تناب کاردیو سنگین که دوباره قلبم شروع کنه جی تون تون زدن و دوباره کالری بسوزونم. بچه الان اومدم حوله پوشیدم یا میهمون میکنم بهتون نشون میدم کار بعدی که میکنم که هیکلم رو باعث شد خیلی تغییر کنه. سونا و استونی. قبل از سونا حمام کنید دوستان لطفاً. تنها چیزی که معلومه لاکای پامه. میترسم پدرش روشن کنم، احساس میکنم یه دلیلی داره که این تلویزیون رو گذاشتن پشت شیشه. در اینکه سعی کنید ببینید این زغالا رو گذاشتن رو اینجا، اینم ظرف آبیه که میریزیم روی زغالا. معمولا یه ربع من میشینم به خاطر اینکه حالم بد میشه بعد از ورزش، چون معمولا هیچی هم نمیخورم قبل ورزش، تقریبا مثل سگ عرق میکنم بعد میام بیرون. یکی از بدبختی های لاغر کردن اینه که میری باشگاه میخوای ورزش کنی انرژی نداری، چون مثلا 1500 کالری خوردی، عمرن با 1500 کالری خوردن لاغر بشی. من الان یه رژیم گرفتم، شمردم چقدر کالریه، 800 کالری در روز من دارم غذا میخورم. اگر ورزش سنگین من برم میشه 600 کالری، یعنی از اون 600 کالری 200 کالری واسه من واسه بقا میمونه. من جون ندارم در روز و مدلی که من قهوه میخورم لاته است، فقط لاته. 120 کالریه لاته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه لیوان شیر توش میریزن، یه چوسه اسپرسو، و من مثلا 5 لیوان قهوه در روز میخوردم. میگفتم خدایا من فقط قهوه خوردم امروز با 4 دونه گیلاس، چرا چاق شد؟ چاق شدم. دوستان غذای بنده این قاشقه، این انگشت منه. 5 قاشق برنج، چند قاشق خورشت؟ 6 قاشق. 6 قاشق، 3 قاشق باید بخورم. نه اینقدر در اصل این رژیمی که من دارم می اول این چند تا بسته برسم اومده، باز کنیم اینا رو ببینیم چیه. یه دونه این کلاه رو گرفتم، بین هر 10 تا کلاه 9 تاش اندازه کله من نمیشه. تنها راه حلشم از این کلاه هاست. نکن دور کلم سایزش درسته ها، این بالاش خیلی پره، من پری دارم کلم میدونی اینجوری میخوانم. الان من تصور کن لباسم اگه میبینی اینجوری این کثیف نیست، بابای من این لباس رو با وایتکس شسته و انتظار نداشت که رنگاش بره و رفت. آره الان من تصور کن
دو تا بسته است. کدوم رو اول باز کنم؟ دو تاشو باز میکنم. یالا یکیش دیگر. به نظرتون کیه توی چه؟ من نمیدونم کمپانیشون چرا با من دیگه همکاری نمیکنه. یه اسپانسر کنید من رو کمتر پول رنگی مو بدم دیگه. اینا رنگ موهایی که خریدم، البته رنگشو نمیتونید ببینید. رنگ موی بعدیمون اینه به خاطر اینکه خیلی باهاش حال کردم. بابا من فلت به یه گوریل میدادی راحت تر باز میکرد. او مای گاد مشتری عزیزمون، حال ندارم ترنسلیت کنم. بسته بندی زیبا رو داریم اینجا. هیچ وقت اینجوری بسته بندی نمی کردم این مسیجی باز می کنم. دوستان بیکینی خریدم. الان میگی تیام دیگه زیادی صمیمی شدی بابا. اینا می خواهیم تن بچه 10 ساله رو این چه گن. اینو که میزنم این برم خیلی میره تو. حال نمیدونم دارم ضربه میزنم به بدنم یا نه، ولی خب تکنم چاق شدارم. تابا میبینی یه برش تو تره نفسم در خیلی خوردم. بکش و خوشگلم کن. این از شکم رو باید حال نرم بیشتر بذارم چون سوتو فقرات هم داشت درد میگرفت. البته فکر کنم باید درد بگیره، ولی خب بیریم سراغ حرکت بعدی که باید انجام میدم. این بر این رو مثلا حدود یه ساعت اینا میذارم. این روخمه صف نکردم، این روخمه و این ماست مثل قبقبه. میبینید که چقدر گیگا چت شدم و تازه این نیم ساعته که من اینو گذاشتم. واقعا توی قیافتون تاثیر میذارم. اولین کاری که میکنین اینه که یک کیسه بخرین حتما. بعد از اینکه کیسه کشیدین محکم اولا کیسه نکشین، بسیار حساسه. ببینید من محکم کیسه کشیدم، لک میشه دوستتون. موقعهایی که کیسه نمیکشید یه چیزی مثل این بگیرید، یه حالت حسیر طوره، اصلا به اندازه کیسه صفر نیست. صابون بعد بهش بزنین، اینجوری بزنین تو دستتون، خیلی آروم میزنین. موقعی که احساس کردین کافی دیگه بسه. ولی چیزی که به من خیلی کمک کرده احساس میکنم گلیکولیک اسید 6% اینی که من میزنم. تنها راه خلاص شدن از این جوشا اینه که شما یه لای برداری پیدا کنید که در آن واحد شما رو پوستتون رو مرطوب میکنه. چقدر کتابی صحبت کردم، پاره شدم. این دارو رو واسه بازوهام من استفاده میکنم، خیلی کم میزنم روی بازوهام و باعث میشه که مرطوب بشه پوست من. کاری که اینا میکنن مرطوب کردنه. پزشک نیستم، این چیزی که دارم میگم الهام شده یا مثلا انقدر استفاده کردم با هم دیگه فهمیدم که این ترکیب روی من تاثیر گذاشته. ترکیبی که روی خودم تاثیر گذاشته دارم به شما میگم. نه متخصصم، نه میدونم که ممکنه ضرری داشته باشه، آلرژی داشته باشه. این ترکیبی که من میزنم و رفت. قهوه خالص، عسل، روغن زیتون و شکر. زیاد قهوه نمیریزم من. من مثلا یه اسکوپ. تو لوبیایی میخوای درست بکنی عسل میزنی، جنازه رو نگه میداره عسل. یه خورده احساس کنم دارک بود حرفی که زدم، ولی خب بنظرم فکر کنم گرفتی. هر چقدر بیشتر رو پوستتون بمونه بهتر. من معمولا نیم ساعت میذارم بمونه. خدا وکیلی دیدی چقدر رنگم تغییر کرد. آیا لقب شما کبیر لوت هست؟ آیا سعی میکنید آدمها رو بوست کنید ولی آنها شما رو هول میدن، میگن آه از این ماسکای دریوری بخرید که هیچ کاری نمیکنه، هیچی هم روش نداشت، حتی خونکم نمیکرد. ماسکاش اصلا نچسبید به صورتم واسه همین یه دونه ماسک گفتم بذارم رو صورتم. از شانس من ماسک حلزون بود، حالم به هم خورد. پوزه بندم هم زدم روش که فکم خوشگل شد. بعد اون شب با موی خیس خوابیدم و این شکلی شدم. وای جنسش واقعا حالا هم داره. چجوری میخواد اثر بذاره اگه خوش که خوش که خوش که خوش که خوش که خوش که خوش که
باشه. ببینید دوستان، من چند روزه هی به ابروام نگاه میکنم و میبینم که واقعا برابر نیستن و لیفت روشون هم از بین رفته و یه جوری شده ابروام. هر دفعه دست به ابروام میزنم پشیمون میشم. سعیم فریاد بگیرم. ببین من که الان قرار بلا سر خودم بیارم خب، ولی تو به من اگه بلدی یاد بده واسه تیپ صورت من به نظرت چه مدل ابروی بهتر، چون من صورتم گنده است اینقدر صورته خب، وقتی ابروی نازک میزنم شبیه اون ناخواهری توی شرک میشم و همه همون اینو خوب فهمیدیم. این ولی که پرتره رو بیشتر خب دوست دارم، ولی این ولی که خب نازک‌تره رو چیکار بکنم؟ بچه یه روشی که من دارم میزنم توی تیک تاک، از یه فیلتر استفاده میکنم واسه اینکه بفهمم کدوم هر صورتم بزرگتره، کدوم هرش کوچیکتره، کدش بالا کدش پایینه و هر کاری که دستم برمی اومد. دوستان میدونم خیلی درد داره ولی الکل خزه، باید حواستون باشه به عفونت. بس چاه توالتمون داره یکی اینجوری میزنه بهش، به نظر تو باید بترسم؟ موها ما چتری دکتر جانسنی بزنم یا نه؟ اگه به هم میاد به هم بگو آره. یس! اوکی اوکی یارو قیچی رو بیامار اینجوری میکرم. ببین من اینجوری بزنی خب؟ حالا با راجع به تاریخچه این قیچی بخواییم صحبت کنیم. بابا ببینو ببین اتفاقی که رو سر این خانم داره میافته اینه که چرخی بسیار خلاف داره و در بغل موهاش اینجوری زده، یعنی علامت میام. خدای کمک کن، خدای کمک کن. این دو خانمه دوباره داره میافته. یا حضرت عباس این چرا اینجوری داره میکنه؟ وای من تیام چرا داری این کارو میکنی؟ میدونی بهت نمیاد. این مقدار به نظر من کافیه واسه یه همچین چتری. فکر کنم الان فهمیدم چرا اینقدر چتری های کلوفت میزنن. اینقدر احساس میکنم کافیه. از این پایین شروع میکنی اینجوری اینه تیپ. کامپوزیت هالیوود اسمایلی کردیم این دوستان گل خیلی هم ارزون تر از اون برنداشه. برنداش مثلا 1000 لیره 2-3 میلیون تومنه ولی این از شین خریدم. شین شینج این شکلیه. برگشت بکن این دیدی. حالا بعد بذاریم نیم ساعت بمونه. حرکت بعدی قبل از میکاپ بهتون گفتم این ماسکای ویتامین سی رو بگیرین. سرم ویتامین سی نه، اینا خیلی فرق دارن. یه بار بگیر میفهمی چقدر میکاپت قشنگ تر وای میسه رو صورت، مثلا اگه پوستت خشکه. مثلا حرکت بعدی اینه که بریم منتظر نشیم اینا تمام باشن، چون حال ندارم کارهای بعدی انجام بدم. کارهای بعدی بعد از این چسبش خیلی حال به هم زنه. وایسی نه از شهرش خلاصم میام. با سلام با مرا راز دافولیت. اول اینکه هیچ ایده‌ای ندارم چه لباسی میخوام بپوشم. همون کفشایی که اون روز میخوام بپوشم. داریم میریم یه آلت رستوران باره روی روفتاپ با ویو خیلی زیبا و بهترین رفیقم داره با من میاد، چون بقیه رفیقام 250 کیلومتر اومدترن. در نتیجه سرم نرم کننده پوست میدونم خیلی نرم کننده پوست من صحرای کربلاه و یه دونه هایلورونیک اسید مویسترایزینگ کریمه
به اندازه خود هایالورونیک اسید یا گلیکولیک اسید مرطوب نمیکنه. فکر میکنم فقط اسمشه یه نیوه ریختن توش. پرایمری سرم. من کامنتاتون رو داشتم میخوندم و ظاهرا خرداد بهاره و در همیشه بوده یه هفته و خورده دیگه اشغاله یه اصلی شروع میشه. من معمولا پرایمر نمیزنم ولی میخوام امتحان کنم. خیلی کم میزنم چون هر دفعه میزنم به من نمیسازه این پرایمر ها. فاندیشنتون رو زیر چشتون نزنید. این کانسیلره به نظرم یکی از بهترین کانسیلرهایی که تا بال مصرف کردم. قاعدتا کمتر استفاده کنن کانسیلر خب بهتر میشینه رو پوستتون، ولی من یه سه روزی هست نخوابیدم درجه. توی کانتور صورت من قسمتی که بزرگتره توی صورتم اما بیشتر میبرم با کانتور. انگار مثلا فکر کن میخوای حذف کنی یا میخوای فتوشاپ کنی صورتتو، دقیقاً همون جوری آرایش. بچه این برند ریمله آیلا وکستریمه ولی من چون مژامو لیفت کردم این شکلی شده. بردم. موام هم میدونه همینجور بافت ساده زدم اینجوری دادم پشت. اینم از پشت. گوشوارم میخواستم کلی بزنم ولی وقت نداریم. اینجوری این چسبا عادت ندارم از این مدل لباس ها بپوشم. ترکام نمیپوشم این مدل لباس. الان قراره همه اینجوری یس این درست کار میکنم. قراره برق بزنیم. برق حتما پیشنهاد میکنم. یه گردنبند تک پندنت به اینا میگن. پندنت تک پندنت دیگه سفته دیگه. اوکی ایشالله که یه دونه هم فقط این دستبند گله رو میخوام بندازم چون خیلی نایگه که خوشگله. کفشمونم بپوشیم و رفی زیان من ردته. خب دوستان این از توپ تیپ امروز. این کیفه رو میذارم. این هم از کفش هایم. این از لباس. این از مو. Let's go. این هم از هم رفیقم که به جایی صحبت میکردم. خب کفش هاش تا اینجا که راحت بوده فعلا دارم راحت راه میرم. خیر ایشالله. به به این همه زیبایی رو چیکار کنم من؟ چیرز. سراد دوم. ددی میگه من خیلی کمتر از تو میخورم بعد منو میگیره بعد تو رو نمیگیره. من دو تا از اینا خوردم. ددی یه دونه خوردم. چی جنبه جم جم بم بم جم بم بم یه دونه خوردم. آبروم رفت جلو پدر. Let's go. اون فیلمه بود بچه جلو باباش جلو خانوادش اومده بود مشروب بخوره بعد ادای اینو داشت در میورد که اولین بارشه. بعد اینجوری شوتر رو رفت بالا بعد بعد همه اینجوری داشتن آروم میخورن اینجوری نگاش کردن بعد چیکار سوخ سوخ سوخ. باش منم مثلا فهمیدم. شیشه های من رو همونجوری بخار میکنم ازش نمیدونم چرا. شیشه تهیلای ددی ها رو پناه هم با اخیر مسیحا میرم همونجور بخار میکنم. فکر کنم آفورتون فالو کنید، لایک کنید و کامنت بذارید.